سلام و عرض ادب و ارادت خدمت همه دوستانم عزیزان همراه ما. امروز قراره که کله پاچه درست کنم. کله پاچه و آب گوشت رو من به یک شیوه خاصی درست میکنم و اینم ماجرا داره. این ماجراشم تعریف میکنم. من چند سال به اجبار قهوه خونه داشتم و توی قهوه خونه سه تا غذای خیلی پرطرفدار من درست میکردم. یکیش این بود، یکیش املت بود، املت تخم مرغ و رب و تون و ماهی، اینا هم گاهی بهش میزدم برای افرادی که میخواستن. و یکی دیگه از غذاهایی که خیلی طرفدار داشت تو رستوران ما، در واقع رستوران که نه، قهوه خونه، این مال سالی که ما تازه ازدواج کرده بودیم من و مینا و به اجبار من قهوه خونه زدم و کار دیگه هم نمیشد کرد و خیلی هم خوبم بود اتفاقا. الان میخوام ماجراشم تعریف کنم، همینجوری که کار میکنم ماجراشو براتون تعریف میکنم. یکی دیگه از غذاهام کباب و لوبیا بود. اونجا یه لوبیای خوبی هم میپختم با کباب کنار هم، خیلی باصفا بود. حالا چی شد که من قهوه خونه زدم؟ وسط خدمت سربازی، سربازی منم تربت هیدریه بودم، اصلا اونجا یه طوری نبود که یه شمالی اونجا باشه، دو تا شمالی دیگه هم همراه من بودن، ولی چون به قولن دور بود اونجا از زادگاهشون، خیلی راحت انتقالی گرفتن و رفتن. اما اونجا خدمت کردن یه حسنی داشت که کمتر خدمت آدم میکرد. خدمتش کلش 18 ماه بود. منم البته اون فرمانده من و کادرهای اونجا هوامو داشتن، مرخصی هم بهم خیلی زیاد دادن و تقریبا من 13 ماه یا 12 ماه 13 ماه خدمت کردم. مابقیش همش مرخصی بودن، اون به شیوه های مختلف، اگه دوست داشتید اونم تعریف میکنم. خب وسط خدمت سربازی من اومدم مرخصی. چیزی ما داریم اینجا تقریبا میشه گفت پارکه، یه پارکیه که از همه جا مردم میان اونجا، پارک محیطبانیه، میان اونجا هواخوری و اینا. ما با هم قرار گذاشتیم، تابستون بود تقریبا، اول تابستون بود، مینا اومد و حال احوال پرسی و اینا. قبل از اینکه مینا برسه خونه، این خبر رسید خونه شون. مادر زنم زنگ زد، البته نه به من زنگ نزد، من بعدش زنگ زدم با مینا صحبت کنم. وسط صحبت کردنمون اومد گوشی رو گرفت، گفت دیگه این بازی رو تمومش کن، تو خیلی پر روی و از این حرفا، تو اسم این بچه رو بد در میبری و اینا. به این برخورد، رفتم خواستگاری، یعنی رفتم خونه، مادرم و پدرم و اینا رو راضی کردم، اونا هم از خدا خواسته، اونا هم میدونستن من مینا رو میخوام و همه شونم از قبل راضی به این ماجرا بودن. خلاصه ما با هم عقد کردیم و واستادیم تا خدمت من تموم شد. خدمت من که تموم شد، روز عروسیمون یه عروسی خوشگل و باحالی هم گرفتیم. اینا همه جای خودش، اینا داستان داره. فردا روز عروسی ما فیلم بردار عجل برگشته باعث شد ما رو کشوند دشت، سوار ماشین شدیم و رفتیم عکس بگیریم برای پاتختی که به هر کدوم از مهمانا بدیم اونو به عنوان یادگاری. برگشتنی منم سرعتم زیاد بود، تصادف کردیم. چی تصادف؟ تصادف بدی، یه تصادف ناجوری کردیم و عروسیمون کلن دیگه کوف شد، مهمونای پاتختی و اینا همه به هم ریخت. کلن ماشین من شد مچاله اندازه فرغون. همینقدر بگم که اون موقع اون ماشینی که 6 تومن خریده بودیم سراخر فروختیم 1200. هرچی هم پولم اینور اونور داشتیم و کادو عروسی هم جمع شده بود و با عشق ما اینا رو جمع جور کرده بودیم، میخواستیم زمین شالیکاری بخریم. من که بیمارستان بودم، یکی از اقوام خیلی خیلی نزدیک
اومد مخ مینا رو زد، گفت که تو این پولو بده من براتون بیمه درست میکنم. الان اونجا حامد واسطه کلی ماشینش ضرر کرده، اینطوری شده اونطوری شده. اون موقع هم موبایل و اینا هم نبود، اون فامیلمونم اونقدر که نزدیک بود مینا هم بدون اینکه از من بپرسه پوله رو داد رفت. و پوله رفت، رفت که رفت، من موندم و یه پای شکسته و جیب خالی. کله گوسفند رو کاملا من بازش میکنم، بعد اینو خوردش میکنم، میشورم، میذارم توی آب یکی دو ساعت حداقل بمونه. توی کله گوسفند بلا استثنا توی دماغش یک کرمایی هست، کرم کدو هست. اون کرما از راه علف منتقل شده به دماغ این حیوانا، همشون هم دارن. بیشتر کسایی که میخوان کله درست کنن یه سیخو داغ میکنن، این دماغو که شکافتن اون سیخو چند بار فرو میکنن، سیخی که قرمز شده اون شکلی اون کرمه رو میکشن و میکوبن و میفته بیرون. اگر اون کار انجام ندید بعد از اینکه اینو پختید دیگه خاطره خوبی براتون به جان نمیمونه. حالا من چه کار میکنم؟ این کاری که از روز اولم انجام میدادم، اینو خوردش میکنم کاملا با یه داست یا یه ساتور محکم. اینو کاملا خوردش میکنیم، میذاریم یکی دو ساعت توی آب میمونه. این اگه خونابه و چیزی هم توی استخونش داره که حتما داره به آب پس میده. بعد دو ساعت گوشت تمیز رو ما شروع میکنیم به پختن. خب بعد از اینکه اینو شستم کارو ادامه میدم. شهریور ما بود که ما با هم ازدواج کردیم و این ماجرای تصادف و اینا پیش اومد. 6 ماه خونه پدرم موندیم تا من بتونم راه برم. کاملا بستری بودم و حتی نمیتونستم راه برم. بعد اون 6 ماه دیگه کار خاصی هم هنوز نمیتونستم بکنم، چون پام کاملا شکسته بود، بدجور شکسته بود. تنها کاری که میتونستم انجام بدم و سرمایه‌ام نمیخواست ماهیگیری بود. 4 تا قلاب درست کردم و رفتم ماهیگیری. تقریبا 3 ماهی، آره یه 3 ماهی من رفتم ماهیگیری. یه دوستی هم داشتم، دوست بچگیم بود. اون دوست بچگیم تا قبل از این ماجراها تو مشهد سر کار بود، کارمند آموزش پرورش بود. بعد رو آورده بود به اعتیاد اینا. ما که میرفتیم ماهی گیری من بهش اصرار میکردم این ماهیاری که ما میگیریم میاریم خونه، تو غروبا اینو سر بازار بمون بفروش. برنامه من این بود که حداقل تا وقتی که بتونم کار کشاورزی رو شروع بکنم برم سر میدان ماهی فروشان پیش یکی از آشناهامون سر کار. از پاییز همون سال میخواستم برم اونجا سر کار. بودم تو این ماهی رو بفروش، منم که اونجا میرم سر کار هوات دارم، هر روز بهت ماهی میدم، تو ماهی رو همینجا سر بازار خودمون بفروش، روستایی های اینجا ماهی خورن. این حرفمو گوش نکرد. من چیکار کردم؟ من خودم همون ماهی رو آوردم سر بازار، یه گونی پهن میکردم غروبا میفروختمشون. یه چند روزی که من ماهی فروشی رو ادامه دادم اون شکلی، مصادف شد با ماه رمضان. اولین روز ماه رمضان دیگه ماهیگیری هم کساد شده بود. رفتم میدان، میدان ماهی فروشای رشت. شب ساعت 12 شب ماهی رو میارن، ماهی به شکل کلی میخوام بفروشن، شبه میارن ماهی رو روش قیمت میذارن، حراجه. تو اون حراج شرکت کردم و یه سبد ماهی خریدم. اون موقع 50 تومن ماهی رو خریدم. چون هوا هنوز گرم بود، اواخر تابستون بود،
ماهی هم خیلی هم طرفدار نداشت اون میدان، به قیمت خوب خریدم. اون موقع بود کیلو 2000 تومان کپور ماهی خریدم و آوردم. صبح فردا پشت موتور گذاشتم رفتم سر بازار، یه مقداری همونجا فروختم، یه مقدار با موتور اینور اونور بردم فروختم، 40000 تومان دیگه سود کردم. اون موقع 40000 تومان خیلی بود، حساب بکنه شاید بیش از 400-500 تومن الان بود، بیشتر شاید بگی 2 میلیون الان بود، چون ما خرجمون در روز 10000 تومن هم نبود. خلاصه همون جلوی خیابون، همون جایی که من این گونی رو پهن میکردم و ماهی میفروختم، یه جعبه چوبی میوه گذاشتم، ماهی ها رو گذاشتم روی جعبه. بعد چند روز یه میز شبیه این میزی که اینجا هست درست کردم، اونجا گذاشتم، تشکیلاتم رو بزرگتر کردم. پاییز همون سال همون قهوه خونه ای که من جلوش وای میستادم، صاحبش میخواست بره یه کار دیگه انجام بده، میخواست اونو اجاره بده، منم اونو اجاره کردم، اونجا رو اجاره کردم. جلوی مغازه هنوز ماهی هم میذاشتم، ماهی دودی، زیتون، پنیر، اینجور چیزای محلی هم همون جلو میذاشتم. صبح هم تا قبل از اینکه مردم برای خریدن ماهی و اینجور چیزا بیان، من چی میپختم؟ کله میذاشتم، کله رو با استخون یک جا میذاشتم، در واقع آبگوشتی درست میکردم که توش کله گوسفندم بود. و یه 2 سالی اونطوری گذشت، من اونجا حسابی کله فروختم، حسابی کار کردم، با پولی که از اینجا در می آوردم یه زمین شالیکاری اجاره کردم، کم کم خرج اونجا کردم و شروع کردم از نو همه چیزو به روالش برگردوندن. حالا اگه شما دوست داشتید مواقعشم بگم، تو ویدیوهای بعدی براتون تعریف میکنم. این دفعه با اون ویدیوهای قبلی یه خورده فرق داشت دیگه، جریان استعزلی نبود. خب میرسیم سر این ماجرای توی دماغش که گفتم تا پیش چشماشه. از اینجا اینو باید قطعش کنید، از این قسمت ها باید اینو قطعش کنید، این دماغش، این قسمت، این دماغ، این به درد هیچی نمیخوره. اونایی که کله زیاد میپزن دیگه وقت این کار ندادن، اینو کامل میپزن و خورد میکنن، شما اینو خوردش کنید بپزید. اینش دیگه چیز خاصی هم نداره، به دردم نمیخوره، این توش همه استخونای ریز رو به درد نخوره. پایین این دماغش یه استخون تمیز داره، میبینید اینجا، این هر چیزی به جز اینو دیگه باید در بیارید از این تو برای تمیز کردن پاچه. اینو قشنگ بتراشید که سفید شد. بعد از این تمیز شدن این، میریم سراغ این قسمتاش. دو تا کیست داره زیرش، این دوتا رو باید در بیارید. یه جور مثل بالشتک فرمی که توش چربی داره، این خوردنی هم نیستن. وسط اینم بشکافید، وسط اینم یکی داره، اینا اینم بشکافید، اینو در بیارید. این پاچه دیگه آماده است که بره برای پختن. خب کله و پاچه و گردن گوساله رو، البته استخون گردن گوساله رو که خرد کردیم، گذاشتیم توی آب، یه 2-3 ساعتی موند. بعد از ظهر اینجا بارون بود با باد شدید، اونقدر بادم که شدید بود اصلا به هیچ عنوان بیرون نمیشد کار کرد. من همچنان یه سری کارهای باغبونی عقب افتاده هم داشتم، اینا بهانه شد، مون تا شب خیلی هم بهتر شد. الان اینو میذارم
با شعله ملایم تا صبح ببزه. بیایید همراه من باشید، مواد لازمش رو بهش اضافه میکنم، میذارم تا صبحونه. این روزا که ما حسابی سرگرم کارهای باغبونی و کشاورزی هستیم، غذای این شکلی تو خونمون خیلی طرفدار داره. یه دیگ بزرگ آبگوشت یا کله پاچه و امثال اینها رو درست میکنیم، میذاریم یخچال، شام، نهار، صبحانه میهیم پشت سر هم اینا رو میخوریم. حتما کله پاچه یا گوشت استخونی که میخواید آب گوشت هم باش درست کنید به همین شکل بذارید. این هرچی خون و چیزای دیگه قاتش بود اینا همه به آب میره، به خورده آب. صدای باد اینجا هم میاد توی آشپزخونه هموز، فکر کنم توی فیلم برای شما هم صدای باد بیاد. بجاش هوا حسابی خنک شده و صبحونه کله پاچه حسابی میچسبه. یه مقداری نخود هم بهش اضافه بکنید. کلن با این روشی که من دارم این کله پاچه رو درست میکنم، اکثرا این شکلی درست نمیکنن. منطقه این امتحانشو پس کنم. یه جورایی میشه گفت این سوپ گوشتم میتونید اسمشو بذارید. شاید من توی عنوان ویدیو برای این بنویسم سوپ گوشت. گوجه البته سلیقه‌ایه، میتونید گوجه اصلا نریزید. من همیشه گوجه ریختم، همیشه هم کسایی که خوردن همه راضی بودن و خوششون اومده. اما شما اگه به شکل سنتیش بدون گوجه دوست دارید، به جاش یه خورده زعفرون بریزید، زعفرونش کنید. نه، از همین اول کار باید شعله ملایم بذارید بپزه تا صبح. هیچ عجله ای هم نداره، یعنی الان ساعت 9 شب، تقریبا همون 8-9 ساعت بپزه. من تقریبا ساعت 4 صبح اینا پا میشم بهش یه سری میزنم، اون موقع اگه دیدم خوب پخته خاموشش میکنم تا بچه ها از خواب پاشن. اینه چون پخشش کردم شاید زیاد به نظر بیاد، این تقریبا یه قاشق غذاخوری زردچوبه است. یه قاشق هم از این فلفلای نصابیده میریزم، یه مقداری هم فلفل قرمز. من اینو اینطوری کامل میندازم که اینو بعد چند ساعت بردارم، این روی آب میمونه، اینو برمیدارم، نمیذارم تا آخرش توش بمونه. یه قاشق مرباخوری نمکم تو همین اول کار میریزم، چون زمان زیادی قرار بپزه، این نمکش نقشی تو دیر پختن و زود پختن گوشت نداره.
اول کاری با در باز اینو میگذارم تا یه جوش بخوره، یه غل بخوره، بعد کفای روش رو جمع میکنم درشو میذارم تا صبح. پیشار کجا بودی؟ پیشار من که باید اول یه دونه چشمو بخورم، برای اینکه من یک فرد چشم و گوش بسته هستم، یه چشم بخورم چشمم باز بشه. ولی این کله پاچه داستان داره تو زندگی من، یعنی داستان داره شدیدن. همون که تعریف کردم تصادف کرده بودم، من تصادف خیلی کردم، مخصوصا با موتور. با ماشینشو یک بار تصادف شدید کردم، یک بارم خسارت مالی. آره. یه بار که با مینا رفت. نه مینا نبود، مینا نبود، من تنها بودم، اصلا مسافر داشتم، تازه از خدمت اومده بودم. این تازه مثلا یه ده روزی بود که خدمت سربازیم تموم شده بود. یه شب مسافر خورد، برم ترمینال، اون مسافرای عجل برگشتن بهم گفتن ما عجله داریم، فلانیم، کرایه بیشتر میدیم، تو سریتر ما رو ببر. منم توی ترافیک گاز دادم و فلان زدم عقب یه ماشین. خلاصه دیگه چیزی هم نشده بود، فقط یه چراغ شکسته بود، یه خورده خرجی داشت. آقا اومدم خونه، پدرم از راه رسید، این چیه؟ دادم این چیه، تصادف کردم. خاک تو سرد، یه لغت زد توی لغت زد، تمام سپر پپر چراغ براغ و جلو پنجره همه رو شکست انداخت پایین با یه لغت. بل خودش حیران شد، خودش حیران شد، یه ذره نگاه کرد بعد رفت. مثلا میخواست یه کاری بکنه من تصادف نکنم، یه کاری کرد که خودش دیگه نصیحت نکنه. ولی در مجموع من تصادف خیلی کردم، مخصوصا با موتور. یه بار اینا از مدرسه مرخص میشدن، اون موقع این شکلی بود دیگه. الان من که خیلی پیشرفته در بودم، من صبح میرفتم سر راه وای میستادم تا مینا بیاد ساعت 7 صبح که بخواد بره مدرسه. اون موقع خلوت بود، ولی وقت برگشتنی مامور نیروی انتظامی اینا میومدن دم مدرسه وای میستادن، کلا شلوغتر بود، دم زوری جالب نبود، ولی باز دم زوری هم میرفتم. خلاصه این که فقط من نمیرفتم دیگه، همه میرفتم، پسرها
دم زور منتظر بودن دختره از مجلس مرخص بشه. خلاصه یکی از همین روزهای بهاری بود که من با موتور تکچر زدم جلوی مجلس و افتادم. چی افتادم؟ ضرب مغزی شدم، یه 20 روز تو کما بودم. خلاصه وقتی که از کما هم در اومدم، اما هر روز می اومدن عیادت من و برام کله پاچه و سوپ می آوردن. به خاطر همین من با این غذا خیلی خاطره دارم. همیشه مریض شدن من و خوب شدن من با همین غذای کله پاچه بود. بعد اون دفعه هم که پام شکسته بود تو همون تصادفی که گفتم، فقط خوردم پای مرغ، پای گاو و پای کله گوسفند و اینا. یعنی کاملا اینا پیوند خورده به پای من. الان پای من نصفش پای گاوه. پاچه. پاچه گاوه. امیدوارم که شما همیشه این غذا رو به خوشی و به سلامتی در کنار خانواده نوشجان بکنید و هفته بعدم قراره که مینا خانم برامون آشپزی بکنه. این غذای مردانه بود و من آشپزی کردم. هفته بعدم قراره که مینا جان برامون ترشهاش درست کنه و چه ترشهاشی هم درست میکنه. ما یه چاشنی هم داریم در کنارش. اصلا بیا و بپرس که اون سیکرت اونو نمیگم. آره، فقط باید منتظر بمونی تا هفته بعد. هر هفته جمعه یک ویدیو ما در خدمت شما هستیم توی این کانال فعلا، چون دیگه حجم برنامه ها رو نمیتونیم از این بیشتر کنیم. هم کار کشاورزی من هست، هم مینا توی روبیکا فعالیت میکنه، ما اونجا فعالیت میکنیم به این دلیل که بیننده های ما و همراهان ما از فصل پاییز امسال که محصول برنج بالا میاد، دیگه نمیخوایم محصول برنجمونو بدیم به دست در واقع دلال. میخواییم مستقیما برنج مزرعه خودمون رو بفروشیم و محصولات دیگهی که در آینده بیشتر میشن. و به این خاطر ما تو روبیکا هم هستیم. اگه علاقه مند بودید میتونید اونجا هم بیاید ما رو پیدا کنید، کانال زندگی روستایی. و همین دیگه، یه طوری ما برنامه ها رو ادامه میدیم که با امید خدا تا وقتی که پیرم بشیم و نوه و عروس و اینا هم دور برمون باشه، بازم با شما در ارتباط باشیم. شما هم سرحال و سالم و تندرست همراهمون باشید. دم شما گرم. به امید دیدار در ویدیو بعدی.